بی‌اعتمادی کاربران فضای مجازی در ایران به اپلیکیشن‌های طراحی شده توسط دولت، به خصوص از دیدگاه جاسوسی، موضوع بحث دیشب برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا بود. در کشوری زندگی می‌کنیم که حکومت اسلامی بر آن کشور حاکمه. حکومت تا چه حد می‌تونه به شخصی در این مسائل و حریم خصوصی یک خانواده یک فرد تجاوز کنه؟ مسائلی مثل مذهب و دین و پوشاک و خوراک و رابطه‌های بین زن و مرد و عقاید شخصی، و الان هم می‌بینید که محدودیت و دخالت در فضای مجازی مثل تلاش برای هک کردن اپلیکیشن‌های داخلی و خارجی و دخالت در گفتگوها و چت‌های افراد بستن و فیلتر کردن سایت ها و خبرگزاری ها و اپلیکیشن های چت مثل اینستا و تلگرام برای جلوگیری از دسترسی مردم به اخبار و پایین نگه داشتن سطح اطلاعات عمومی مردم که هیچ وقت هم نتونستن موفق به این امر بشن. این حکومت چه کسی رو به جاسوسی تشویق نکرده که سازنده های اپ یا به اصطلاح کارگزارای اینا رو تشویق به این کار نکنه؟ و اما زمانی که مخابرات افتاد دست یه نظامی، یعنی حکومتی که پایه‌هاش با نظامیگری جدای سفته، یعنی این حکومت علناً داره میگه اگه سپاه پشت من نباشه من هیچی هستم، بس یعنی یه حکومت نظامیه، به ظاهر آخوندیه ولی بر باطن یه حکومت نظامیه. خب حکومت‌های نظامی هم تا اونجایی که ما دیدیم و الان هم که داریم میبینیم تو کشورهای آفریقایی و آسیایی، می‌بینیم که حکومت‌های نظامی اگر از جاسوسی کردن زندگی مردم بخوان دست بردارن، یک روز نمی‌تونن حکومت کنن. وحشت از شبکه‌های مجازی، هزینه کردن میلیاردی برای اپلیکیشن‌های جاسوسی از مردم شده. 40 سال تمام امکانات سمعی و بصری در جذب مخاطب علیل و ذلیل بوده اید. مردم هیچ اعتمادی به صدا و سیما و شبکه‌های اجتماعی شما ندارند. هزینه بیهودی برای جلوگیری از شبکه‌های مجازی مانند جلوگیری از کاست و موزیک و ویدیو و ماهواره محکوم به شکست است. این اپلیکیشن هایی که الان جدیدن تو 2 سال اخیر اومده برای جاسوسی و برای اومدن تو حریم خصوصی مردم فضولی کردن، مثل این میمونه که بنده از یکی درو نذارم باز کنه از بالای دیوار بیاد. میخوام بگم نه تنها این نظام تاثیر تو زندگی مردم میکنه، حتی با ایده خواسته هایی که ملت دارن داره مخالفت میکنه و این آخرش در انتها میشه سقوط این نظام. و اینو بدونن اگر اینم قطع بکنن، ما روابطمون رو با مسئله اینترنت قطع نمی کنیم و ایستادگی ما برای سقوط نظامه.